شیراز توی 100 سال گذشته به نظرتون چقدر تغییر کرده؟ نامای خیابونها تا بازارها. توی این ویدیو از سیر تحول بازارها میگیم که از کجا بازارهای محلی تا پاساژها تغییر و تحول داشت. اولین ساختمون 3 طبقه توی خیابون طالقانی یا پهلوی سابق میبینیم و کلی ماجراهای دیگه. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. میخواییم از تیمچه پارس یواش یواش شروع کنیم و انتهای تورمون مسجد عتیق خواهد بود، یعنی انتهای محله بازار مرغ. ما هنوز در محله در 16 هستیم، یعنی از دروازه اصفهان یا دروازه استخر شروع کردیم تا اینجا هم که اومدیم همچنان در محله در 16 هستیم. تا انتهای بازار وکیل همچنان محله در 16 است. یه سوال بپرسید. مسجد قاجقنه. این ما دوره قاجاره یا قبل از اونه؟ احتمالاً مال مثلا دوره صفوی بوده، بعد به دوره رسالا چیز رسیده، زندیه رسیده و دوره قاجار گسترش پیدا کرد. آخه من احساس کردم شبیه مسجد وکیله. شاید مال دوره زنده. نه، از دوره قبل از قاجار هم توش هست. خب، ولی گسترشش با حاج قنی تو دوره قاجار گسترشش کوچیک بوده. خب، چون انجام می‌خوایم حرکت کنیم، این ساختمانی که پشت سر ما هست که از دوره پهلوی اول هست، در گوشه‌ای از یک میدان بزرگی به نام میدان توپخانه ساخته شده. این فضای باز کلا می‌بینین اطراف میدان توپخانه است. اونجا هم که دبیرستان به اصطلاح ابوذر یا شایعه به اصطلاح خراب کردن و الان پارک شده و الان نمی‌دونن چیکار می‌کنن، اونجا هم میدان نقاره خونه بود. اینا رو قبلا توضیح دادیم. بریم به طرف تیمچه پارس. پاساژ پارس از این لحاظ مهمه که حرکت معماری شیراز از حالت سنتیش کاروانسراها به طرف پاساژها بوده. این به این داخلش هم حس اون کاروانسرا رو دارید، هم حس پاساژ دارید. این حرکت از کاروانسرا به طرف پاساژ. بریم داخل ببینیم چه خبر. ببین اجازه مون میدن نمیدن بریم. و اون حالت از حالت سنتی اینا نیست، مثلا تیر چوبی هم نباشه، تیر آهنی باشه احتمال قریب بگم. به اصطلاح خیلی متاسفانه اینجا پارک زیاد میکنن، ولی خیلی پتانسیل داره برای رشد. هم جاش خوبه، هم اینجا قشنگ میتونن کارهای سنتی خیلی قشنگی انجام بدن، ولی خب متاسفانه تا الان به جایی نرسیده. رستوران آره مدت هست داره کار. سلام علی، خوبی؟ خوشی؟ نگران داشتم میگم، ولی امیدوار بودم که شما خودتون میرسونی. اینو حساب نکرده بودم. خب نکنیم بچه ها، تمام خیابونایی که میبینید همه جدیده، یعنی مال کمتر از 100 سال اخیره، معاصره به نوعی. خب حالا میتونیم بگیم 100 سال اخیر، نگیم حالا کمتر، 100 سال اخیر. یکیش هم همین خیابون پهلوی و خیابان طالقانیه. به خاطر اینکه اینجا حدود 19-20 تا خاتمسازی بوده، خیابون خاتمسازا، خاتمکارا هم معروف. الان چیزی ازشون نمونده، یکی دو تا اصلا فقط هم میفروشن، یعنی کارگاهشون هم اینجا نیست. تو نقشه 1302 مال یعنی 101 سال گذشته، یه کوچه هست اینجا، این خیابون که در کار نیست اون موقع، یه کوچه هست اینجا به نام فرصت، فرصت و دوله شیرازی.
در کتاب دانشمندان سخنسرایان فارس میخونید آیه رکزاده آدمیت نویسنده کتاب میگه من در اواخر عمر فرصت الدوله شیرازی باش ملاقات کردم در خونش در میدان مال فروش ها. میدان مال فروش ها بازار روزه، یعنی کوچه تا اونجا به نام فرصت، ولی کجای این منطقه خونش دقیقا بوده من نمیدونم. اوکی، پس ما یه کوچه ای داشتیم به نام فرصت الدوله شیرازی که یک زلش کامل از بین رفته، یک زلش هم خب حمام و این داستانا بوده. حالا آثار عجم، فرصت الدوله شیرازی، آثار عجم، کتاب آثار عجم. خب آره، خونه و املاک مختلف، عمارت ها مثلا اندرونی بوده، ساختمان اندرونی بوده و چیزهای دیگه و باغ نظرم بزرگتر از این حرفا بوده. خب ما تو کوچه فرصت داریم حرکت میکنیم بریم جلو. و پشت حمام و مسجد وکیل، سلام خوبید باشید، پشت حمام و مسجد وکیل میدان مال فروشا بوده. حالا یه تیکش این ساختمون ساخته شده، یه تیکش اون بازارچه ساخته شده، یه میدان مال فروشا بود. یعنی حتی توی نقشه 1302 هم اینجا دیگه هیچ خط کشی نکرد، یه فضای باز گذاشته. این ساختمون چیه؟ 1295 ساخته شده، یعنی 4 سال قبل از فوت فرصت. فرصت 1299 قبل از کودتای رضاخان فوت میکنه. اوکی؟ بانک استقراضی روسیه بوده. کجا؟ همین ساختمونی که میبینید احتمالاً اولین مثلا ساختمون سه طبقه شیراز هم بوده. خب بانک استقراضی روسیه بوده. تو چند تا شهر این بانک‌ها رو داشته دیگه، یه جاش هم اینجا بود. بین 1295 شمسی دارم میگم تا 1310 این بانک اینجا بوده. بعد از اون مدیریتش به دست خانواده چهره نگار و اصلاحی میرسه و تبدیل به عکاسخانه مانی میشه، دومین عکاسخانه رسمی شیراز بعد از فردوسی، اون که تو تقاطع خیابون شاپور و پشت ارگ هست که الان شده رستوران چهره نگار، اون فردوسیه. خب اینم مانیه و آیه اصلاحی فکر کنم مثلا سال 1375 فوت میکنه امرالله اصلاحی و اینجا دیگه بسته میشه. یعنی تو نسبت داشتن با چهره نگارا؟ من نه فهم، من میدونم شریک بودن که نسبت داشتن من نمیدونم، احتمالا داره مثلا با هم وصلتم کرده باشه، نمیدونم. اینجا؟ نه اونجا خونه چهره نگارا که هم خونه عکاس باشی. آره این کتاب خونه دستگاه. بله چهار فصل توسط مزین السلطنه، علی اکبر خان مزین السلطنه ساخته میشه. ایشون کیه؟ الان ایشون کیه؟ ایشون همون کسیه که اون استراکچر آهنی دور مزار حافظ رو میسازه. تو عکسای قدیمی دیدید از لوله های تلگراف اونو ساخته، به دستور رفتم شاه و سلطنه بوده. اونو تو 1280 خورشیدی میسازم. اوکی؟ یعنی 5 سال قبل از مشروطه اون استراکچره رو میسازم. این حالا بعدا میسازم، نمیدونم چه تاریخی میسازنش. پاتوق هنرمندا بوده، توش نقالی برگزار میشده. به کسی نگید، خب شاید زشت باشه، شاید نخوام بدونن. خیلی از این قهوه خونه شیرکش خونم بوده. خب ولی کارهای هنری هم توش انجام میشده، نقالی، شاهنامه خوانی و چیزهای دیگه. بعد دیگه همشون که بعد از اینکه مثلا تریاک یواش یواش قدغن میشه، اونا هم جمع میشه، همشون میشن قهوه خونه قلیون استفاده میکنن، چای، غذا و داستانای عظیم. خب پس مزین السلطنه رو خدمتتون گفتم، نقالی و شاهنامه خوانی هم گفتم. حالا مزین السلطنه مهندسه، تو جای دیگه هم کار کرده، یعنی اسمش بازم تو جای دیگه تو اواخر قاجار میشست. گفتم میدان اینجا داشتیم به نام مال فروش ها، خب که اتفاقا خانه فرصت هم در همین حدود بوده. تمام این ابنیه که میبینید تو همون ساخته شده. حالا چرا اصلا بازار روز ما اینجا داریم؟ بازار روز در حقیقت مدیریت
دست فروشا در دوره پهلوی بوده که میان جبشون جا میدن. همون داستانی که واسه بازارچه انقلاب هم افتاد. همین سادگی. فضای بازی بوده. خواستن استفاده کنن. به این شکل ازش استفاده کردن. بازار روزم ملت میمونن لباسای روز رو اینجا میگرفت. خب بریم پایین. چی نداره. الان قهوه‌خانه 4 هست، همین سفره‌خانه وکیل. آره همین سفره‌خانه است. از همونجا تابلوش همون جلومون بود. این قهوه‌خونه 4 فصل که اسم جدیدش مرمت کردن، فکر کنم هنوزم در دست همون خانواده‌شون بخشیده هست. خب ما از اینجا که نمیریم چون می‌خوام بریم تو بازار. خب ولی این کوچه رو شما به نام پست‌خانه فعلا تو ذهنتون باشه. خب و بدونید تو بازار روز ما یه زورخونه هم داریم به نام پولاد که احتمالاً یه آب انبار قدیمی بوده که تبدیل به زورخونه باشه. اینو تو ذهنتون باشه تا بعد دوباره برگردیم بهش برسیم. اوکی؟ همه شهر قلوه کاری بوده. کلمه قلوه کاری برای یه کوچه جدیده. چون آخرین جایی بوده که قلوه هنوز مونده بوده. همه شهر قلوه کاری بوده. پس اسم خاص نیست. آره، اسم آفر، اسم عامه. این درن. ولی اسم خاصش کوچه پستخونه است. 1302. بله. این کوچه هم کوچه وکیل بهش میگن، کوچه آب انبار حمام وکیل هم بهش میگن. اینم که به اصطلاح بادگیر آب انباره. قدیمی دو سه سالی هست هست. اون رفتی به مال چیز نداره. نه نیست. نه. 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 رو همین ساختمون تخریب شده بعد ساده آجرچینی کردن. سردرشه داخل که نیست. نه. نه. مسجد وکیل. اشتباهاً ما فکر میکردیم به اینجا میگن میدون نلبندان. چرا؟ چون تو بعد از متون دوره قاجار خونده بودیم که حاکم وقت میاد توپ میذاره تو میدون نلبندان جلوی مسجد وکیل و در مسجد وکیل رو میزنه. میدون نلبندان اگه این درخت ها و این دیوار ها و این ساختمان ها که بعداً ساخته شده نبودن، جلومون در انتهای میدان نقارخونه دیده میشه، همون جایی که مزار عبدالله خفیف هستش، کتابخانه عبدالله خفیف، اونجا سرای نلبندان یا میدان نلبندان، کوچه کنارش هم به نام نلبندانه. پس اینجا میدان نلبندان نیست. توی اینستاگرام اشتباها این فضایی که اینجا هست رو میگن تیمچه گل. اشتباه، اینجا تیمچه نیست، اینجا یه جلوخونه، یه فضای باز و جلوخان هم تو معماری ایرانی یه نامنشان مشخصی داره. اینجا بچا تیمچه گله، یک ساختمان دوره پهلوی هم هست توسط عبدالنبی شهیم و دخترشون کوکب و زمان ساخته شده و قبلا هم بنکداری اون داستانا بوده، بعد تبدیل میشه به چیزی که میبینید رفویری و تعمیر فرش میشه. اوکی؟ این ساختمون تیمچه گله. اوکی؟ این فضای بازی که میبینید توی اینستاگرام دارن اشتباه هم میگن تیمچه گل، اینجا نیست، اینجا جلوخونه مسجد وکیله، تمام، هیچ چیز دیگه هم نیست. توی یه نقشه 1800 میلادی هم داریم به نام میدان وکیل معروفه، چیز دیگه‌ای نداریم.
پس میدان وکیل یا جلوخانه مسجد وکیل، تیمچه گل که آقای عبدالنبی شهیم و دخترشون کوکب و زمان اینجا رو ساختن. قبلن بنکداری و داستان ها بوده، مثلا چیزهایی که داخل مثلا کل تیموری الان هست و عمده فروش ها این داستان ها. بعدش هم تبدیل میشه به تعمیر فرش به همین زیبایی که ببینید. خیلی هم قشنگه، جای خیلی قشنگه. بالا اینو بعدا خواستید سر فرصت برید. این وسط برید. بعضی چیزایی که الان توضیح میدن اما خب تو تور قبلی هم توضیح دادن. از جهان رتیم حداقل باید یه نکته دربارشون بگم. بعد رتیم ما یه بنایمون جلو سمت راست داریم به نام جبه خانه که محل ساخت اسلحه‌های نظامی دوره قاجار بوده، بخش دوره زندیه بوده و لباس‌های نظامی دوره قاجار بوده. پس یه چیز نظامی بوده ولی جزوی از تأسیسات زندیه است. همین جایی که وایسادیم یه کاروانسرایی داشتیم به نام کاروانسرای نوع قوامی، خب که کوکب و دوله زن محمد رضا قوام‌الملک سوم اینو ساخته یا بازسازی کرده. خب این چیزایی که می‌بینید از اون کاروانسرای مونده، بقیه‌اش تخریب شده. تو چی؟ تو خیاب 1315 خیابان کشی، خیابان زن دوره رضا شاه خیابان می‌سازن، 13 تا حجره از راسته شمالی 13 تا بخشید تاق از راسته شمالی بازار وکیل هم تخریب میشه. کاروانسرای قوامی اینا که این همین است، همین ساختمونی که میبینید. آره آثار خود حجره ها، اصلا خود حجره اینجا هم بوده دیگه، اینجا هم بوده. بعد از کاروانسرا میام یه زنجیرخونه یا حالت زندان مانند ما دوره قاجار داشتیم. بریم جلوتر. خوی داره